سلام، خبرهای رادیوی آزادی را از روز سه‌شنبه 4 آوگوست من خیرمان بقازاده تقدیم میکنم. رهبران خدمات مرزبانی تاجیکستان و قرغیزستان، رجب‌علی رحمان‌علی و رایمبردی دوشنبیف در یک گفتگوی تلفنی ماجرای اخیری مرزی را بررسی کردند. دوشنبیف گفت رئیس ستاد نیروهای مرزبانی قرغیزستان اسکندر منبتالیف را به بودکند فرستاده است تا امنیت و آرامی را برقرار کند. قرغیزستان میگوید از جانب تاجیکستان نیز معاون رئیس خدمات مرزبانی به سرحد فرستاده شد. در یک ماجرا بین ساکنان روستاهای نزدی مرزی تاجیکستان و قرغیزستان امروز 6 ساکن دهه تاجیکی سامانیان زخمی شدند. ساکنان میگویند این نفران هنگام کشیدن خط آب به دهه خود در یک تیراندازی از سمت دهه ککتاش قرغیزستان زخم برداشتند. چهار نفر از با او اومده خونه تاجیکی هم ساختگی تریتور خونه های ویرون کنه بودی که اون نمونه رسته با او مرتقای بودن سوچه هم دوخ و از این چهار نفر کنید متدل نه تیتش نه یفتش یارزگی همون باید چهار رایتر نو نه دارون. عین زمان خدمات مرزبانی قرغیزستان این خبر را رد کرده، گفته است که از جانب این کشور کسی تیر نکشاده است. این در حال است که روز 3 آوگوست گروهی از جنگاوران قرغیز شرکتدار جنگ افغانستان در مراسم گلگزاری پای پیکره سرباز اینترنشنالیست در اسفره ساکنان هر دو کشور را به صلح و همدیگر فهمی دعوت کردند. ساکنان روستاهای نزدی مرزی میگویند به دروازه کشیده شدن حل مسائل مربوط به علامت گذاری مرز ماجراهای مربوط به دسترسی به آب و زمین و راه و چراگاه ها را افزایش می دهد. روز 6 ایول سال روان در نتیجه یک مناقشه میان مرزبانان قرغیز و تاجیک ساکن 18 ساله جماعت چورکو به هلاکت رسید. نخستین پروازهای خطسیری نوی استانبول-خوجند به فعالیت شروع کرد. صبح 4 آوگوست اولین هواپیمای شرکت ترکیش ایلاینز مسافران را شهر استانبول به خوجند انتقال داد و به این مناسبت در فرودگاه مراسم ویژه استقبال اولین رئیس هواپیمای ترکی برگزار شد. راه این پیوست کلپو پیوست دیلخو است. کشادن راه کشادن خطسیر. برای ما بود بکنیم مثلا مناسبت های اقتصادی ما ناز می شود، رفت آمد زیاد می شود. ما فکر می کنیم که برای مردم ما، برای جمهوری ما خیلی اهمیت کلان دارد. پروازها در خطسیر استانبول خوجند استانبول هفته دو بار انجام می شوند و شرکت های سیاحی بلیت های پرواز را علکی به فروش گذاشتند. تا امروز از تاجیکستان به ترکیه تنها توسط دوشنبه پرواز کردن ممکن بود. فرودگاهی بین المللی آتاتورک استانبول سالهای اخیر نقطه مهمی ترانزیتی پروازهای بین المللی شهروندانی تاجیکستان نیز شده است، چون در گذشته تنها توسط مسکو آنها می توانستند پروازهای بسیار سمت را انجام دهند. در دادگاه گارنیزون حربی پایگاه روسیه در تاجیکستان محاکمه پرونده دو سرباز روس که در قتل تکسیران تاجیک متهم می شوند شروع شد. سربازان روس ایلدار سخاپوف و فیودر باسیموف در کشتاری رحیمجان تیشابویف در یک حادثه شب 19 آوگوست سال 2014 متهم می شوند. جسد سربریده رحیمجان تیشابویف بعد ناپدید شوی ناگهانی این راننده تاکسی از نزدیک کل در نزدیکی دهه چیمتپه ناحیه رودکی پیدا شده بود. مشخص شده است که راننده تاجیک و دو سرباز روس از قبل شناس بوده، نظامیان از خدمت تاکسیران زیاد استفاده کردند. در رسوی اولی بازداشت سربازان فرضیه صدا داد که گویا نظامیان از تاکسیران قرضدار بودند. در صورت اثبات شدن گناه سربازان و حکم زندان گرفتن آنها را برای ادای حکم به روسیه انتقال می دهند. باسیموف و سخاپوف در گارنیزون پایگاه نظامی 201 روسیه در شهر دوشنبه خدمت میکردند. در مجموع در این پایگاه که در شهرهای قرغانتپه و کلوب هم قرارگاه دارد 7000 سرباز روس خدمت میکنند. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان از پلیس بین المللی خواست دانشجوی سال سوم اکادمی کشاورزی ایوانوی روسیه را که به گروه دولت اسلامی پیوسته است بازداشت کند. تفتیشات میگوید کامران خوجایف شهروند تاجیکستان و ساکن ناحیه همدانی در سال سوم تحصیلش در روسیه با گروه توندگرا شامل شده به سوریه رفته است. رئیس شعبه امور داخلی ناحیه همدانی میگوید در جنگهای سوریه 7 ساکن همدانی اشتراک میکنند که یک نفر آنها دانشجو میباشد. از روی اخباراتی وارد گردید معلوم کرده شد که شهروندی که خیلی در بود قید کردیم دانشجو م...
Хоҷаев Комрон Рустамович мебошад. Соли 16 апрель 1994 ҷамоди Денати Менатобод. Дар факултети муҳандисии механикии Академияи давлатии Ҳоҷи Қишлоқи Ивани Федерасия дохил шуда буд. 27 феврали 2015 сол ба воситаи фурудгоҳи дамадидии Федерасия Россия ба фурд ба давлати Турция мерад, баъд мегзарад ба давлати Сурия. Ҳафтаи гузашта вазири умури дохилаи Тоҷикистон гуфт аз саросари ҷумҳурӣ 519 шаҳрванди Тоҷикистон барои ширкат дар ҷангҳо ба Сурияву Ироқ сафар карданд. Аз миёни онҳо 150 нафар кушта шуданд. Ду хирси нохунсафеди тиёншонӣ баъди саёҳати 15 рӯза сиҳату саломат аз Тоҷикистон ба ҷумҳурии Чех оварда шуданд. Ин ду хирси мода, ки яке 6 ва дигари 16 сол доранд, گول و زهرا نام داشته، اکنون همراه با یک خرسی نری همتای خود در باغ جانوران اهرده شهر هلوبوکا ندولتاو زندگی برپا میکنند. در باغ چخی این جانوران مدت 4 هفته در قرنطین تحت نظارت طبیبان قرار خواهند داشت و تنها بعد این برای تماشای مردم برآورده میشوند. برای وزی این دو خرسی نادر باغ جانوران چخی با باغ دوشنبه ماه ایول دو جفت کنگورو تقدیم کرد، ولی یکی از این جانوران بر اثر ترس و استرس روز دیگرش جان داد. برای دیدن گزارش کامل در این موضوع به سایت اینترنتی رادیوی آزادی، شبکه اجتماعی فیسبوک، توییتر، یوتیوب و هم زمیمه رادیوی آزادی برای تلفن همراه مراجعه کنید.